سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای خارجی تلویزیون اینترنتی مردم خبر. ضد و نقیض های ترامپ. آقای ترامپ در حالی که ازش سوال میکنن که آیا از اعتراضات در ایران حمایت میکنی یا نه، و میگه که نمیتونم چیزی بگم، و در آخر میگه نه، ولی بعد حرفش رو پس میگیره و در توییتر چیزی دیگه ای مینویسه که ما از اعتراضات مردم شجاع ایران حمایت میکنیم و خلاصه به همیشه همین کار رو کردیم و انجام میدیم. ویدیوش رو با هم دیگه ببینیم. Does the United States support these protesters in Iran? I don't want to comment on that, but the answer is no, but I don't want to comment on that. بسیار خوب. سخنگوی وزارت خارجه چین از پیوستن 6 کشور اروپایی به اینستکس استقبال کرده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری خلق چین اعلام کرده که ما از این حرکت کشورهای اروپایی خوشحال هستیم. این میتونه باعث این باشه که برجام ادامه پیدا کنه، حمایت از برجام و مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا، حمایت از چند جانبه گرایی در نظم بین المللی و حفظ ثبات و نظم بین المللی. ابراز خرسندی کرده از این موضوع و گفته که این میتونه باعث بشه که برجام زنده بمونه. خبر بعدیمون مربوط میشه به انتشار گزارش تحقیقات کنگره و همچنین درباره روند استیضاح ترامپ. کنگره آمریکا گزارش خودش رو در این باره اعلام کرده که آقای ترامپ با تماس گرفتن با یک مقام خارجی که در اوکراین بوده خواسته که تأثیر گذار بشه در روند روابط خارجی و سیاست خارجی آمریکا، و به خاطر اینکه از یک کشور خارجی خواسته که در انتخابات آمریکا دخالت بکنه، به خاطر همین مجرم هست. و از طرف دیگه آقای ترامپ مانع از روند تحقیقات کنگره درباره استیضاح ایشون شده و ارعاب و تهدید شاهدان کنگره که خودش یک جرم فدرال هست و باعث شده که در حقیقت در این موضوع هم آقای ترامپ محکوم بشه. به هر حال کنگره داره خیلی سعی میکنه که ترامپ رو محکوم کنه، استیضاح او رو به سرانجامی برسونه که معلوم نیستش که به هر حال در قوانین آمریکا این کار اجازه میده یا نه، که این کار به کجا برسه. باید ببینیم که در آینده چه خواهد شد. بریم سراغ خبر بعدی. بله، آقای ترامپ باز هم چهره جنجالی و پدیده همیشگی بین الملل، سیاست بین الملل. در باره مکرون، رئیس جمهور فرانسه، آقای مکرون گفته بود که ما افراد داعشی خارجی رو تحویل نمیگیریم و فرانسه تحویل نمیگیره افرادی که از داعش هستن. و آقای ترامپ هم به طعنه به او گفته که حالا اگه تحویل نمیگیری میخوای من چند تا جنگجوی داعشی بهت تحویل بدم. با هم ویدیوش رو ببینیم. I have not spoken to the president about that. Would you like some nice ISIS fighters? No, no. I can give them to you. You can take everyone you want. Let's be serious. بسیار خوب. و خبر آخرمون درباره اعتصابی است که ایر فرانس و خطوط هوایی فرانسه امروز انجام دادن و 20% پروازهای فرانسه امروز تعطیل خواهد شد. پایگاه لوکال هم نوشته این کار در اعتراض به قانونی است که به عنوان اصلاح قانون بازنشستگان و اعتراض به سیاست‌های اقتصادی مکرون، آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه، صورت گرفته و همچنین این موضوع تأثیر گذاشته روی خطوط ریلی و مترو و حتی خطوط زمینی که اینا رو همه رو با مشکل مواجه کرده. امروز هم که گفتیم 20% پروازهای فرانسه به طور کامل به خاطر این اعتصاب تعطیل خواهد بود. روز و روزگارتون خوش. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.